همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ماست. نیلوفر، چرا فرانسوی ها از جمله شخص ماکرون تا به این اندازه مخالفت نشون دادن با انتصاب این فرد؟ خانم اسکات مورتون، قبل از این همونطور که اشاره کردید در دولت اوباما از سال 2011 تا 2012 در وزارت دادگستری این کشور پست داشته، مسئول مبارزه با انحصارگرایی تجارت بوده. به غیر از اون هم بعد از این پست مشاوره میداده به شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا مایکروسافت. در حالی که قرار بوده در این پست جدیدی که کمیسیون اروپا به او داده مسئول نظارت بر قول‌های فناوری باشه و همینطور مراقب تنظیم در واقع مقررات و اجرای اونها در همین زمینه باشه، بنابراین نگرانی از این وجود داشت که یک تضاد منافعی به وجود بیاد در این زمینه و همینطور بحث بر سر احتمال دخالت و یا تأثیرگذاری ایالات متحده در یک سری تصمیم گیری ها و یا منافع اتحادیه اروپا. به همین دلیل انتقادهای بسیاری در این زمینه میشد که چرا اتحادیه اروپا، یعنی شخص رئیس کمیسیون اروپا و معاون او، از چنین انتخابی در واقع حمایت کردند. وزیر خارجه فرانسه قبل از این هم اعتراض کرده بود و خواستار این شده بود که چنین پستی رو به این شخص ندن، ولی کسی در واقع گوش نداد. بعد از اون در نمایندگان پارلمان اروپا انتقادهای بسیاری رو انجام دادن. در نهایت خود امانوئل ماکرون صراحتا روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد، گفت به نظر او این انتخاب با در واقع حاکمیت یا انحصار استقلال اروپا سازگاری نداره، گفت در مورد این انتخاب شک و تردید داره. اشاره کرد به اینکه مثلا در کاخ سفید یک پست عالی رو به یک پست مهم در این سطح رو به یک غیر آمریکایی نمیدن یا در کشوری مثل چین، و به همین دلیله که او معتقده در اتحادیه اروپا هم نباید چنین اتفاقی بیفته و نباید این استثناء قائل میشده که چنین پستی به یک شخص غیر اروپایی داده بشه. از طرف دیگه این تصمیم رو با توجه به اینکه اقتصاددانان یا حتی محققان اروپایی دیگه هم هستن زیر سوال برد، گفت اگر که ما چنین محقق و یا اقتصاددانی رو در سطح اروپا در این سطح نداریم، در اون صورت جای سواله و باید کار بسیاری در این زمینه انجام بشه. اشاره دیگه در واقع امانوئل ماکرون هم به بحث ملیت و انحصار بود و اینکه کارهای قبلی خانم مورتون با موضع‌گیری‌های قبلی او با شغل فعلیش سازگاری نداره و در واقع این رو بی اثر میکنه. به همین دلیله که در نهایت امروز صبح خانم مورتون گفته از این شغل استعفا میده و مارگارت وستگر معاون رئیس کمیسیون اروپا در زمینه فعالیت‌های دیجیتال و انحصارگری هم این موضوع رو پذیرفته، استعفای او رو پذیرفته و حالا باید ببینیم شخص بعدی که جایگزین او میشه چه کسی خواهد بود. ممنونم از تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.